با سلام خدمت همه شما. چند روزیه که شاهد پخش شدن یک کلیپ راجع به رابطه یک دختر افغان به همراه یک پسر ایرانی هستیم. بریم یک تیکای از این کلیپ رو ببینیم تا بتونیم راجع بهش نظر بدیم. من که تو رو داشته باشم بعد اون وقت تو داری اینجوری میگی؟ افغانی خفه شو من دیگه. ببین رضا دیدی داخل این کشم ما تو نمیتونیم کنارم. ما رو یک رقم دیگه نگاه میکنم. جز آدم حساب ما نمیکنن. به خیال مشو تمامش کن. یعنی چی تمامش کن؟ ای تمامش کن تمامش کن گذاشتی. به تو چه برتی که تو رو سلنه؟ چی عوض کن؟ دارم سرویس شده لاوستم. چرا دادش سر من میزنی؟ مشکل از منی؟ بابا چرا نمیخوای بفهمی؟ تو این مملکت به هرچی که میخوام برسم نمیتونم. چرا همش تمیز قضاوت بیشوری باید باشه؟ افغانیه که افغانیه، مال هر جا که میخواد باشه. این هم انسانه، فهم داره. بابا دوستش دارم. خب ویدیو رو تماشا کردیم. عده ای از دوستان نظر دادن و انتقاد کردن که این ویدیو هدفش این بوده که دختران افغانستانی رو تشویق به ارتباط داشتن با پسران ایرانی بکنه. اما لازم به ذکره که بگیم هر انسانی اختیار خودشو داره که با هر شخصی ارتباط داشته باشه، با هر شخصی دلش بخواد ازدواج کنه، فارغ از ملیتمون. حالا اگر دختر ایرانی با پسر افغانستانی ازدواج کنه و یا اگر دختر افغانستانی با پسر ایرانی ازدواج کنه، اختیار زندگی خودشون دارن و به ما هیچ ارتباطی ندارن. و نکته بعدی که باید بهتون بگم، این ویدیو اگر قصدش این بود که تشویق کنه کسی رو، مشکلات اون ارتباط و اون رابطه رو نمیمد بیان کنه و از این رابطه یک بهشت خیالی درست میکرد و نشون میداد به جامعه تا مردم بیشتر دوست داشته باشن از این ارتباطات داشته باشن. اما این ویدیو اومده تلنگر زده به جامعه فعلی که داخل ایران هست و نگاه تبعیض آمیز اونها نسبت به مردم افغانستان. و اصل موضوع همینه که متاسفانه خیلی از مردم افغانستان هم این موضوع رو نیومدن بهش توجه کنن و اون نکته دختر افغانستانی رو روش زوم کردن و نگاه تعصب آمیز مردانه بعضی از پسرهای جوان افغانستانی، میگن رگ غیرت باد کرد و یه سری نظرهایی رو دادن. اما بیایم راجع به هر موضوعی که میخوایم صحبت کنیم یکم فکر کنیم و به پیام خوبی که اون ویدیو داره و یا اون کلیپ داره توجه کنیم. به اینکه اون ویدیو و یا اون کلیپ حرفش اینه ما انسان ها از یکدیگر بالاتر نیستیم، همه مساوی هستیم و برابر و باید همدیگر رو دوست داشته باشیم.